شبتان بخیر هموطنان بسیار عزیز و نازنین تلویزیون آرزو، امید که جور صحتمند باشین و شب روز بسیار خوب و سرد زمستانی را پشت سر بگذارین و کانون گرم خانواده هایتان همیشه سربلند و سرفراز و پیروز و مستدام و پایدار و کامگار در تمام عرصه های زندگیتان باشین. بازم خداوند منان را سپاسگزار هستیم که یک فرصت بسیار خوب دیگر میسر گردید تا به مثل همیشه مهمان خانه های شما با یک عزیز دیگر، با یک مهمان دیگر، با یک مهربان دیگر باشیم و تا یک ساعت دیگر حرف حدیث ها و گپ و شنود ها و قصه های بسیار خوب و ماندگار را با مهمان بسیار عزیز و نازنینمان داشته باشیم. شما را دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه و همگام باشین. پیش از اینکه بخوایم این برنامه رو شروع بکنیم و مهمان عزیز را خدمت شما با معرفی بگیریم که بدون شک با چهره ایشان آشنا هستین، اما برای کسانی که تازه پیوستن معرفیشون میکنیم، شما میتونید سری بزنین به یوتیوب تلویزیون آرزو و در اونجا این برنامه و برنامه های دیگر را هم بیننده باشین و حضور داشته باشین. مهمان عزیزمان میدونین کی هستن؟ یکی از عزیزانی هستن که میتونیم بگیم مهمان بسیار خاص تمام مردم افغانستان هستن. یکی از کسانی هستن که با حرفایشون، با گفتارشون، با پیام ها و صحبت هایشون یک پیام مثبت را، یک انرژی مثبت را و یک حرف و حدیث های بسیار مثبت را در قبال مردم و افغانستان داشتن. همیشه از خوبی های افغانستان یاد کردن، از زیبایی های کشور ما یاد کردن و حتی میتونیم بگوییم که مثل یک شهروند افغانستان بودن و این مرز و بوم را با وجود این که بسیار مدت زمان کمی میشه به افغانستان آمدن، خیلی دوست دارن و علاقه مند هستن. مهمان ما جناب محترم آقای علی جان، مهمان شهروند کشور ایران، دوست و برادر با ما هستن که خوشبخت هستیم و این افتخار را داریم که دعوت ما را پذیرفتن و امشب مهمان ما و شما عزیزان هستن. تا آخر برنامه همراه باشین، با کارها و فعالیت‌های علی جان بیشتر آشنا میشیم و علاقمندیشون رو نسبت به افغانستان بیشتر میدانیم. سلام آقای علی، شب شما بخیر. سلام ارادت، وقتتون بخیر باشه. خیلی مخلصم، خیلی خوشحالم که این بدسلیقگی رو داشتید و منو دعوت کردید اینجا. خواهش میکنم. ممنون از محبتتون. خواهش میکنم. شما مهمان ما هستید. زنده باشید. و این وظیفه ماست که ما با الفاظ نیک، با محبت، اگرچه کار بزرگی انجام ندادیم، از شما توصیف بکنیم که با وجود مشکلاتی که وجود داشته شما باز هم اومدین به کشور و حضور دارین. خیلی خوشحال هستم شما با ما هستید. سلامت باشید. ممنون از محبتتون. سلامت باشین. در ابتدا میخوایم بدونم آقای علی عزیز، این عشق و این علاقه نسبت به افغانستان از کجا پیدا شد؟ والا اولش که من اومدم چون علاقه زیادی، اصلا شغل من اکتشاف سنگ‌های معدنیه. خب به خاطر معادن زیبا و زیادی که افغانستان داره، خب یه چیزولوش بیش از 360 نوع سنگ معدنی افغانستان داره، برای یافت و خریداری این سنگ‌ها پامو گذاشتم توی افغانستان، با اینکه همه منو منع کردن نه یا این کشور. خب ببخشید من راحت صحبت میکنم، مدل صحبت کردنم رسمی نیست، اصلاً میکنم خیلی راحت باشم. اگه نیاز به لهجه شما گپ بزنیم، اگه نه با همون ایرانی راحت باشن. زنده باشین. گفت برای سنگ ها اومدم، خانواده همه با من خدافیزی کردم، گفتم برو به سلامت که دیگه بر نمیگردی از این کشور. این دیدیه که اکثر مردم، عموم مردم تو ایران و کشورهای دیگه دارن، کشورهای عربی یا کشورهای اروپایی هم که میری، این دیدو متاسفانه نسبت به افغانستان دارن. فقط محدود ایران نیست این دید، توی جهان متاسفانه. حالا چه برنامه‌ای پشتش هست من اطلاعی ندارم، سیاسی نیستم، اصلا علاقه‌ای هم به این حرفا زدن ندارم. وارد مرز افغانستان شدم، اصلا اول ببخشید من یک سره دارم میرم دیگه، اسخای میکنم، راحت باشین. وارد مرز افغانستان شدم، توی اون صف که باید میمونم، این صف طویل و خیلی بلندی بود. یکی از دوستان ما حمید آقا اومد دنبال ما، افغانستانی بود، فقط با یه شماره که یکی از دوستان ما سفارش کرد، گفت برو دنبال رفیقم، اومد دنبال من بدون اینکه هیچ شناختی نسبت به معروفیت من تو ایران یا نسبت به وضع مالی حالا هرچی جایگاه من داشته باشه، به عنوان یک آدم عادی با یه تیشرت آستین کوتاه پلنگی، الان لباس افغانستانی بله بزنم. تصویر شما رو دیدم. بله با یه تیشرت آستین بارها هم گفتم گوشه ادوات تیشرت سوخته بود، زغال خیلی افتاده بود دیگه، اینجوری بگم یه تیپ خیلی معمولی اومد دنبالم، دست منو گرفت برد اول این صف. این صف شد 500 متر طولش بود، زن و مرد و بچه تو این صف گمرک بودن، همه شاکی شدن که چرا اینو داریم میاری اول صف. برگشت گفت احترامش کنید، ایشون ایرانی مهمان ماست. گفت این کلمه رو گفتم الان من تیکه تیکه میکنم، ایرانی افغانستانی هم به خون ایرانی تشنن و شنیدم که اینجا شیعه میکشن. گفت اینجوری، این چیزی که ما شنیدیم تو ایرانو، ببخشید من هر حرفی میزنم سانسور نکنید حرفو، من راحت بگم. گفتم الان تیکه تیکه، تا این حرفو گفت دیدم همه گفتم بفرمایید بفرمایید بخیر باشه، دیدم چه احترامی گذاشتن، گفت ایرانیه. 500 نفر خودشون همه گفتن یک کلام که این بره داخل. اولین چیز ورود من یه چکی خورد تو گوش من، انگار که به خودم اومدم. از طرف خدا انگار یه چکی خورد تو گوش من، به خودم اومدم که چقدر زود قضاوت کردیم. نه زود، خب همه دارن اینو میگن، حتما یه چیزی هست، این چیزی که باور ما شده بود. وارد شدیم، چه احترامی کردن، اومدیم.
اومدیم داخل شدیم اون منطقه جزو مناطق نظامی مرزی حساب میشه. من گوشیمو درآوردم شروع کردم فیلم گرفتن، نمیدونستم، حواسم به این موضوع نبود. مسئول حراست اونجا اومد بهم اخطار داد گوشیو بگیر از دستم. این همراه ما آقا حمید، خب افغانستانی بود، گفت احترامش کنید ایرانیه، نمیدونه. همین جمله رو دیگه نه گوشی منو چک کردن نه چیزی منو فرستادن، فقط گفت فیلمو ببینید، فیلمو دید، گفت برو اشکال نداره کامرا شما بهش میگه، ما فیلم برداری. دیگه وارد اسلام قلعه شدیم. خدمت همین آقا و منزلش، 3-4 روزی توی افغانستان من بودم، جاهای مختلفش، مهمان نوازی و یه سری رسم و رسوم عجیبی اینجا که دیدم. به اینجایی میگم شما چرا اینجوری، میگه اینجا عادیه، ولی برای من که حالا چه توی ایران چه کشور دیگه میبینیم، حالا این چیزا عادی نیست. مثل اینکه کوچیکتر دست بزرگتر، برادر بزرگتر پدر رو ببوسه. این رسم خیلی خوبه، ما توی ایران خودمون هم داریم این رسم، البته تو خیلی از کشورها هست ولی کم رنگ‌تر شده. اینو اینجا به وضوح می‌بینین، احترامه، خیلی چیز زیباییه. یا مهمان نوازی، از مهمان خوشحال میشن، بیشترین پذیرایی رو نسبت به مهمان میکنن. بله خب، ولی ما اونقدر شاید به مهمان نتونیم، شاید بتونیم بهترین غذا و بهترین چیزو در اختیارش بذاریم، ولی اون محبتی که صابخونه کنارت بشینه ببینه چایت خالی شد نذاره تو بریزی، خودش بریزه، میوه برات پوست بکنه، بهترین غذا رو بیاره و که برات باید شریک شه، اون محبتی یه چیز دلیه که با پول نمیشه جبران کرد. اینها رو دیدم و این باعث شد دوباره سفر دومم بیام و این دوباره اومدنم این دفعه با یکی از دوستان اومدم، ولی 200 نفر به من پیام دادن که ما رو با خودت ببر. بعد دوستان اونا ازن شاکین که آقا ما پیچوندیمشون تنها اومدیم. دیگه شاکی نباشین واقعا، چون من یه خورده تو سفر چست و چابکم، هی این ور میرم اون ور میرم، با من هم سفر شدن یه خورده سخته. دوست دارم همه جا گردش کنم و دوستم نداشتم بیش از این به دوستان افغانستانی زحمت بدم، چون انقدر از ما پذیرایی میکنن فقط شرمندگیش برای ما میمونه. واقعا دارم میگم، فقط از لباس تن حتی نمیذاشتم من پولشو بدم. این به قولی رو گفتن این چیزی نیست، نه که من محتاج لباس باشم، شکر خدا هست دست و بال ما سرمایه است، ولی اجازه نمیدن. این احترام رو میکنن و شرمنده میشه. میدونستم مهمونم بیام برای اونم میخوام چه رفتاری کنم و خجالتش برام میاد. دیگه تنها اومدم و الان کابل مهمون شدم. بله، تمام این دلایل شد که شما بار دوم علاقمند شدید. بله، بله، بله. و دوست شما هم اینجا هستن. درسته. سلام بگیم. بله. اسمشان چی بود؟ آقا مصطفی عزیز، دوست مشهدی ما. آقا مصطفی عزیز سلام میگیم بر شما. خیلی خوش اومدین. سلامت باشین. این بار قرار است واقعا 200 نفر دیگر رو بیارین؟ ما نیاریم، خودشون میان با این وضعیتی که دیدن. شما اینجا آقا وارد این کشور شدی، همون راننده تاکسی که لب مرز سوار کرده تو رو میبره خونه مهمون میکنه. بله واقعا اینو دیدم. بله. و واسم عجیب بوده، البته برای شما خیلی عجیب نیست، میگم چقدر مهمون دارید، ولی برای من حداقل خیلی عجیب. این سبک از مهمون، ما خودمون مهمان نوازیم ایرانی ها، ولی اینقدر که به مهمون بها میدید و از خوردن مهمون خیلی خوشحال میشید. اگه من اینو اینو بر خوردن دیگه، بله 100%، اگه من اینو نخورم شما ناراحت میشید. بفرمایید نوش جان، شما میتونین بقلاوه ترکی نوشون بکنین همراه چای زعفرانی و چای اصیل زعفرانی تولید خود افغانستان. بله، خیلی خوشحال هستیم که اومدین و هستین. به امید از اینکه همیشه باشین، همیشه بیاین و همیشه حضور داشته باشین. آقای علی عزیز، یک چیز جالب بره که من امشب دیدم با لباس افغانی هستین، کلاه قندهاری و لباسم لباس اصیل وطنی افغانستان. این لباس را چطور علاقمند شدین بپوشین؟ والا من کشور دیگه که رفتم لباساشو نپوشنم هیچ موقع، مثلا که لباس عربی لباس ما نیست، ولی این لباسی که الان بهش میگیم افغانستانی لباس اصیل ایرانی‌ها بوده تا زمان قاجار. ایرانی‌ها هم میپرسن هنوز هم مردم سیستان و بلوچستان، مردم زاهدان و بله زاهدان سیستان و بلوچستان این لباس رو میپوشن. بعد از اون موقع حالا دوره پهلوی و اینا دیگه لباس تغییر کرد و حالا به این صورت رسمی الان شده. این لباس حالا کلاه قندهاری، ولی این لباس که بوده ایرانی ها میپوشیدن، بسیارم راحته. هم تو گرما تو رو هوای گرم تو رو خنک نگه میداره، هم تو هوای سرد تو رو گرم نگه میداره. بسیارم عالی و راحت. بله. خیلی هم برازنده فکر میکنم. بله. حالا تصمیم دارین پس از این که دوباره به ایران رفتین و خانه و زندگی خودتون رو پیدا کردین، بازم از این لباسا بپوشین یا تمام میشه؟ آقا من خونه با شلوارک میگردم. ببخشید. ولی سعی میکنم جاهایی که بیرون میرم از این لباس استفاده کنم. راحت تو طبیعت اگه بخوام برم، حداقل شلوار آزاد و راحتیه، بالا پوششم راحت، پوشیدن و پوششش راحته. بله. سعی میکنم جاهایی که بشه قول نمیدم استفاده بکنم. البته قول نمیدم، من خیلی در بند لباس نیستم، لباسم زود کثیف میشه. همین اول اگه دوربین زوم کنه هزار جاشو کثیف کردم. خیلی خوب. چون این لباسو دوست دارم دوباره میام افغانستان یا سمت زاهدان، جایی که میرم رسمی تر اینو بشه. خیلی خوب خیلی زیبا میگه بر شما آقای علی عزیز. زنده باشی بزرگ. اصلا فهمیدن نمیشه شما ایرانی باشین آقای علی. کاملا شما مثل مردم افغانستان خود را حیار ساختین و تکمیل کردین. ما 5000 سال
تمدن یکی داریم ایران و افغانستان. 2000 سال زبان مشترک، 1300 سال دین مشترک داریم. بله. کمتر از 300 ساله که مرز کشیده شده و جدا شدیم. بله. و واقعا یکی از این وقتی بیرون از افغانستان بودیم فکر می‌کردیم چقدر با اینجا، فکر می‌کردم زبان افغانستان متوجه نمی‌شم. فکر می‌کردم بیام اینجا مردم با یه زبان دیگه یه مترجم باید با خودم ببرم. در صورتی که مثل خودمون صحبت می‌کنیم، حالا لهجه یه خورده فرق می‌کنه، هر دو طرف زبان همدیگه رو می‌فهمن. این موارد اونقدر جدی هم نیست آقای علی. جدی نیست، میگم من فکر می‌کنم باید یه مترجم با هم باشه، مترجم نباشه میمونم. بله. در صورتی که نه الان خودم، حالا ما شما خیلی راحت داریم صحبت می‌کنیم. بله صحبت همدیگه رو می‌کنیم. ناگفتم نمونه که من متولد ایران هستم. بسیار آقای علی. و خیلی مدت زیاد ما اونجا زندگی کردیم و حضور داشتیم و تولد شدیم. خود ما در ایران و واقعا کشور دوست، برادر، هم فرهنگ، هم زبان هستیم. و همیشه ارادت و احترام میان دو کشور وجود داره، اما بعضی از مواردی که میان دو کشور در بعضی موارد به وجود میاد اون همه رو میگذاریم سر جاش. به امید کن موارد رو هم حل بشه و تمام بگرده. شما گفتین بیشتر به خاطر سنگ‌های قیمتی به افغانستان اومدین. بله به خاطر جواهراتش. بله. حالا چه چیزی به دست آوردین از این سنگ‌های قیمتی؟ چه خریداری کردین و زنده باشید. ارزنده‌ترین جواهری که اینجا تونستم بگیرم اول از همه زمرد پنجشیر بوده که توی دنیا میشه گفت حرف اولو داره میزنه. با زمرد کلمبیا رقابت تنگاتنگی داره. واقعا هم کیفیت عالی داره. واقعا وقتی اومدم این حجم از زمرد رو توی این بازار، حالا میشه گفت این حجم توی این بازار کوچیک خیلی زیاده. بله. توی این بازار بزرگی، ولی این حجم ظرفیت خیلی بیشتر از این بازار رو داره. دیدم یاقوت جیگدالک، یاقوتی که شما دارید با یاقوت برمه میشه مقایسهش کرد، کیفیت خیلی بالایی داره. سنگ‌های دیگه مثل آکوامارین یا خیلی از سنگ‌های دیگه تورمالین درجه یکی داره. من شاخه‌های رافش رو دیدم، واقعا از نزدیک هنوز ندیده بودم، توی موزه جواهراتی تویش نمایشگاه با این کیفیت از نزدیک ندیده بودم. سنگ‌های دیدم، اطلاعات جدیدی گرفتم از مردم افغانستان، از کاسب‌هاش. آقا من ادعا میشه تو ایران مثلا برای خودم جواهرشناسی ام، ولی با این همه سر اینجا پایین میارم که خیلی جواهرشناسی نکات کلیدی رو اینجا من یاد گرفتم. خب شما اصلا جواهرشناس هستین؟ خواهش می‌کنم. جواهر فروش هم هستین؟ بله. در ایران کار جواهر فروش، یه فروشگاه بزرگ جواهر فروشی به اسم انگشتر کده دارم، نزدیک 200 متر این فروشگاه است و هم کارخونه ساخت جواهرات، آزمایشگاه جواهرشناسی و فروشگاه هم وجود داره. حالا خریداری کردین از افغانستان؟ بله خدا رو شکر نمونه‌های زیادی خریداری کردم. احترام ما رو داشتن، لطف کردن به ما به عنوان ایرانی بودن. میتونیم بپرسیم که اگر بخوایم از زمرد صحبت بکنیم، آخرین قیمت و بلندترین قیمت خریداری کردین چند بوده؟ قیمتو بگم یا نه؟ مشکل نیست، هر جور که راحت هست. اونجا کاسبی آخر شاید گرونترین دونه ای که من اینجا تا 250 میلیون هم یه انگشتر زمرد دیدم. خب ولی حالا خب به ما لطف داشتن قیمتها رو مناسب دادن. زمردایی که گرفتم تا هر دونه شاید 180-190 میلیون تومان هم ارزش داشته باشه هر دونه. البته بیشتر از اون هم بود دیگه. از بازار فروشش به حدی بزرگ بود که خیلی شکیل نمیشد برای. بله بله. انگشتر دست شما میشد کمی در موردش بدانیم؟ خواهش میکنم. این فیروزه نیشابوره، به اصطلاح فیروزه شجری میگن، که رگای شبیه به درخت داره. یه رکاب دستساز ساخت ایران هم داره که حالا با آبکاری طلا هم مزین شده. چند نمونه هنر هم روش کار شده، شبکه کاری و آینه کاری. خیلی از خود ایرانی را از خود ایران. بله. از افغانستان چیز برای خودتان شخصی گرفتین؟ بله زیاد گرفتیم. خیلی خوب، ممنون، تبریک باشه. سلامت باشید. همکارای شما میکنن بعد یک وقفه کوتاه بگیریم. زنده باشید. و دوباره خیلی سریع خدمت شما برمیگردیم. آقا علی عزیز، مهمان بسیار خوب و عزیز ما با ما هستن. گپای ما خیلی زیاد هنوز باقی مانده، تا آخر برنامه بیننده باشید. درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین. تشکر از اینکه همیشه همراه و همگام بودین و این برنامه را در هر اخیر هفته تماشا کردین. مهمان بسیار عزیز و نازنین و خوبمان با ما هستن و صحبت‌ها رو با اینا ادامه می‌دیم. ما در یک صحبت‌هایتون دیدم آقای علی گفتین که سنگ‌های قیمتی به انسان یک انرژی میده. درسته. هدفتون چی بوده؟ چگونه انرژی میده؟ والا سنگ‌ها که انرژی میده چندین منبع مختلف داریم. اول از همه ما مسلمونیم. نسبت به روایاتی که داریم این انگشتر چه خاصیتی داره؟ که خب مکتوب ها همه قبول داریم، حتی ادیان دیگه و حتی کسایی که علم روز رو قبول دارن و ادیان متاسفانه قبول ندارن، اونها هم به انرژی سنگ ها ایمان آوردن و دارن ازش استفاده میکنن. انرژی سنگ ها چه خاصیت درمانیش، چه ماوراییش، چه حالا خواص دیگه ای که داره، خاصیت تکمیلی داره. خواص درمانیش مثل طب مکمله، مثل طب سنتی که درمان سریع نیست، ولی کمکت میکنه چند درصد کوتاه که تو اون مسیری که میخوای حرکت کنید. افرادی که کسانی که
از این سنگ ها استفاده کردن، اونها بهتر میتونن شهر بدن. به صورتی میتونم بگم اعتیاد آوره. شما وقتی به این انگشتر های نمره و سنگ های معدنی روی بیاری، دیگه وابستگی شدید داری که تا آخر عمر اینها رو استفاده کنی، چون انرژیشو درک کردی و از خاصیتاش داری بهره مند میشی. خیلی خوب، خیلی خوب. یک معلومات بسیار خوب بود و بیشتر کسانی که به گفته آقای علی سنگ فروش هستن و سنگ شناس هستن، این موضوع رو میتونن خیلی راحت درک بکنن. درست. و بدونن. آقا علی شما ازدواج کردین؟ من خوشبختانه دو تا ازدواج موفق داشتم، الان مجردم. جدی؟ من دوباره ازدواج کردم، جدا شدم. ظاهرا اینجا بد میدونن جدا شدن. تو ایران مثل حالا ایران نمیگم، تو منطقه خودمون مثل لیسانس دیگه همه دارن. من جدا شدم متاسفانه. هر دو بار جدا شدم. هر دو بار جدا شدم. ناراحت نیستین؟ ناراحت که دیگه جدا شدیم، پیش اومد دیگه. حالا تصمیم بعدی هست انشالله؟ انشالله مورد خوب باشه. بله چرا که نه، من میدونم بدون شک مورد بسیار خوب، شاید ده ها مورد خوب وجود داشته باشه. سلامت باشین. اعضای فامیل کی هستن آقا علی در ایران؟ در ایران تمام خانواده من توی خب ایران زندگی میکنن. ما اصالتاً برای سمنان روستای توی دروار هستیم و خب الان مازندران شمال ایران، تو ساری زندگی میکنیم. دو تا برادر کوچیکتر از خودم دارم، یکیش که خب محصله، یکی دیگه دکتر دندانپزشک. پدر و مادر منم، پدرم سرپرستار بوده، نرس بوده، و مادرم هم مربی دانشکده پرستاری مامایی. خیلی خوب، خیلی خوب. ما هم سلام میرسانیم برای پدر و مادر و اعضای فامیل عزیز آقا علی عزیز. امید از این سلام ما را پذیرا باشن و بپذیرن. خوشحال هستیم که آقا علی را با خود داریم. از اعضای فامیل کی را بیشتر دوست داری آقا علی؟ خانواده. خانواده کی بسیار علاقمندش هستی، رفیق هستی باش، خیلی دوستش داری؟ والا بگم همشون اشتباه نگفتن. نمیتونم بینشون فرق. من بسیار خانواده دوستم. خیلی. یعنی یکی از علتهایی که کشور دیگه زندگی نمیکنم، چون بابت شغل و درآمدی که من دارم خیلی از کشور دیگه میتونم راحت اون بیزینس و تجارت رو ادامه بدم با سود بیشتر. با اینکه خیلی با هم دیگه کلنجار میریم، کلکل روزانه داریم، ولی دوست دارم پیششون باشم، نمیتونم ازشون دور باشم. چه مدتی از دور هستین حالا؟ الان کمتر از یه هفته فکر کنم، 5 6 روز شده. دخ نشدین؟ نه دیگه 5 6 روز تحملش دارم. تا دو هفته میتونم. تا دو هفته. بعد از دو هفته بعد دو هفته دیگه باز فرار کنم برم پیش نره بابا. یک خانواده پولدار هستین. سرمایه‌دار. خدا برکت بده الحمدلله، دستمون در نمیاد. سرمایه‌دار. خیلی خوب. دوستان افغانی در ایران دارین؟ دوستان خیلی نزدیک، صمیمی؟ نداشتم، پیدا کردم. تازگی پیدا کردم. تازگی بعد از سفرم به افغانستان هم دوستان، رفیق، مشتریای زیاد افغانستانی پیدا کردم. اگر شخصا بخوایم نظر شخصی خودشمان را، بدور از اون که مردم ایران و یا حکومت ایران و یا چه کسانی چگونه نظری دارن، نظر شخصی شما را آقا علی بدانم که پیش از این که به افغانستان بیاین و دوستان افغانستانی داشته باشین، نظر شخصی خود شما نسبت به مردم افغانستان چگونه بود؟ چگونه برخورد میکردین با مهاجرین افغان در ایران؟ میدونین یک شخص افغانی است، برخورد خود شما شخصا چگونه بود؟ والا من دید خودم کلن ذهنیتم خوب نبود، ذهنیت خودم، ولی برخورد خودم با همه یکسانه. حتی اون نفری که حالا چه فرق نمیکنه مرحله ملیتی باشه، میاد توی فروشگاه من، میبینم آدمیه که آمارشو دارم، به علاوه دستش کج دزده، حالا مال هر ملیتی اصلا فرق نداره، برخورد من سعی میکنم با همه یکسان باشه. شاید اون شخص توبه کرده باشه، شاید با بقیه فرق داشته باشه، ولی یه دیدگاهی، یه چیز حسیه ما نسبت به افغانستان داشتیم. ببخشید من فکر میکردم شاید یه دیدگاهی تو ذهنمون بود که شاید بخواد از ما سرقت بشه، ولی امروز اومدم تو فروشگاه اینجا میبینم طلا فروشی ها تو درب ضد گلوله ندارن، درب ریموتی ندارن، گاف صندوق ندارن. این چیزا رو میبینم که به راحتی، منی که از یک کشور دیگه اومدم خیلی هاشون شاید نمیشد، خب اکثرا لطف دارن میشناسن، خیلی ها که نمیشناسن جواهراتو میارن بالا جلوی من میریزن، خودشون میرن جای دیگه کارشون میرسن. با این اعتماد میاد بدون دوربین مدار بسته، میفهمم که نه بس امنیت و اعتمادی که دارن خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکرش میکنیم. کسانی که برخوردهای ضد مهاجرتی در ایران انجام میتن، حالا ما رو نمیخوایم خطاب بتیم، شاید موارد وجود داشته باشه هنوز، اما قالی پیام شما به اون افراد چی است؟ باید چگونه برخورد بکنن نسبت به یک افغانی یا هر شهروند دیگری که در ایران زندگی میکنه، وقتی که واقعیت‌ها رو شما درک کردین؟ حالا اگر بخواین یک پیام برسانین به اون شهروندایی که برخورد ضد مهاجرتی میکنن، چی بوده میتونن؟ والا من پیام بخوام به هموطنان خودم داشته باشم نسبت به شهروندی که چه از افغانستان میاد، توریسته، چه از کشور دیگه، میخواد از آمریکا باشه، مسکو باشه، از هر کشوری باشه فرق نمیکنه، هر ملیتی باشه، توریست، مهمان ماست تو کشور ما. ما باید پرچم فرهنگ و ادب خودمون رو بالا ببریم. باید برخورد خوبی با هر توریستی که از هر کشوری میاد، چه اروپایی، چه آسیایی،
آفریقایی باید بهش احترام بذاریم، باید این فرهنگ توریست رو جا بندازیم که افراد زیادی چه برای مهاجرت چه برای تفریح و گشت و گذار تو کشورمون بیان. این به نظرم اگه ما درست مدیریت، البته من زیاد سیاسی نیستم بخوام حرف بزنم، کار منم نیست، مدیریت خوبی نسبت به توریستامون داشته باشیم میتونیم بهره برداری مالی بکنیم. یعنی برای ما سود و آورده داره، به جایی که باید به چشم این فرصت بهش نگاه کرد. اما میگم من خیلی این چیزو سر در نمیارم. بله. خیلی ممنون، زنده باشی. تشکر. چند تصویر دارم آقا علی. بله. برای شما نشان میتم. یا علی. خیلی تصویرای راحت است. من حتی ما فکر میکردم که هموطنان خودمون با تصویرا بیشتر مشکل دارن و حراس دارن و در بیشتر برنامه‌ام کم احراس می‌داشتن، اما دیدم آقا علی هم یا علی گفت. چرا این گونه؟ چون قبلش هماهنگ نشده بود. نه خیلی راحت است. کاملا راحت باشن شما در مورد این تصاویر. ما تصاویری است که مرتبط به کار شما و مسئولیت شما و سفر شما به افغانستان است و خیلی کوتاه می‌خوام نظر شما رو پیرامون این تصاویر با خود داشته باشم. شما بیشتر در اینستاگرام فعالیت دارین؟ بله. اینستاگرام پیج انگشتر کرده به فارسی هم سرچ بشه پیجم بالا میاد. حالا ما یک لوگوی اینستاگرام رو برای شما نشون میدیم. درسته. این اینستاگرام چقدر زندگی شما رو تغییر داد؟ والا منو مشهور کرد اینستاگرام. خدا رو شکر من درآمد خوبی داشتم، الحمدلله. نمیخوام نونمو از تبلیغ اینستاگرام بخورم، تا الانم نخوردم. منو مشهور کرد، مردم دوستم دارم، مدیون نمیشه گفت بگم مدیون اینستاگرام، مدیون خدام. عزت و ذلت دست خداست. چقدر فالوور دنبال کننده دارین به اینستاگرام؟ فکر کنم تا این ساعت 1,200,000 نفر. 1,200,000 نفر. خیلی خوب. دو غذای اصیل کشور ایران و افغانستان، یکی اشتباه اگر نکنم قورمه سبزی و دیگرم قابلی. و یا نام اصلیش قابلی پلاو میتونه باشه. از میان این دو غذا ها الان آمدین، قابلی هم شما نوشجان کردین، کدامش خوشمزه تر بوده برای شما؟ هر دوتاش خوشمزه است، ولی من قابلی یا همون قابلی پلو رو بیشتر دوست دارم چون علاقه زیادی به گوشت دارم. خب و اون سبزی زیاد علفخوار نیستم، گوشت خورم یه جوری. اینم گوشت داره. اونم داره ولی سبزی توش داره. البته اونم لذیذه ها، هر توش توی مایه. من اون شیشه شبی تچین ماست بیشتر دوست دارم. ما یکی دو بار یکی از همکارا دوستا هستن از همین غذا بر ما آماده میکردن، یگان دفعه میارن نوشجان میکنیم، ازشون تشکر میکنیم. اطریان صاحب عزیز همکار بسیار خوب ما، آشنایی دارن با غذای شما. تصویر بعدی ما نقشه افغانستان است. درسته. با کدام جاها تال سفر کردین از میان این نقشه؟ هرات، اسلام قلعه و در حال حاضر کابل. خیلی خوب. هرات تا کابل هوایی اومدن دیگه. هوایی اومدن. خیلی خوب. آقا علی، حالا ما پرسیدیم در مورد سنگ‌های قیمتی، ارزش سنگ‌های قیمتی و معلومات بسیار خوب دادین پیرامون سنگ‌های قیمتی. من می‌تونم بپرسم چقدر از این سنگ‌های قیمتی خود شما دارین در ایران؟ زیاد دارم. چقدرش رو تا الان نشده واسه زیاد دارین؟ خیلی خیلی هاش تو گاف صندوقام، خیلی هاش هم تو جایی که حتی برای نمایش عموم نیست. خیلی زیاد دارم، یعنی شاید بالای کیلو به تن برسه. خیلی خوب. قرار است صادر کنین به کشورهای دیگه؟ ارسال داریم به کشورهای خارجی. خودمون خب کارگاه ساخت داریم، ما شاید بعضی روزها 2000 تا 3000 تا تو همون ایران ارسال داریم به وسیله پست. 2000 عدد 3000 عدد روزانه فروش داشته باشه. خیلی خوب. خدا رو شکر فروشمون هم بوده. آیا تصمیم هم دارین به مناطقی برین که همین سنگ های قیمتی استخراج میشه؟ خیلی دارم میخواد به معادن افغانستان برم. ان شاءالله که همکاری کنن دوستان ما رو ببرن معادن، یه بازدیدی داشته باشیم. خیلی حالا میتونین نفس راحت بکشین. راحت شدن. تمام شد تصاویر ما. خیلی راحت تصاویر، بسیار راحت، مشکلی هم وجود نداشت. تشکر آقا علی عزیز. ما یک چیز خیلی زیبا را که در ویدیوهای شما متوجه شدم، شما وقتی که غذا نوشجان میکنین، خب مردم ایران و مردم افغانستان هم با قاشق و پنجه و چنگال غذا نوشجان میکنن، اما شما در یک ویدیوتان گفتین ما میخوایم با دست نوشجان بکنم. فکر نکنم پیشتر از اینکه در ایران بودین این کار کرده باشین. نه زیاد این کارو نکردم. بله. چرا باز علاقمند شدین و دوست دارین بعد از این با دست غذا نوشجان کنین؟ اولا که دوست دارم هر جا که میرم با فرهنگ همونجا رفتار کنم، سعی میکنم زبونش رو یاد بگیرم، با همون زبون صحبت کنم. شاید در مجموع اون سفرم تا این سفرم 8-9 روز افغانستان نبودم، ولی خب الان بیرون کاملا با لهجه هراتی، با زبون هراتی صحبت میکنم. خدا رو شکر مسلط گشتم. کم صحبت کنین پس. کم صحبت بکنین لهجه هراتی. جوری جانت بخیر لالا. به جور باشی تیاری. بله زنده باشی. بیشتر اینجا انقدر لطف داشتم با ما این روزا صحبت کردم باعث شده که من بتونم این چند روز کوتاه زبونتو یاد بگیرم و صحبت کنم. بله با دست غذا خوردن جز فرهنگی شما بود، البته تو قدیم هم فرهنگ همه کشورها میشه گفت بوده.
دوست داشتم با اون فرهنگ غذا بخورم و جدایی از اون خواص انرجی با دست غذا خوردن ثابت شده. جدایی از اون که دین و مذهبی بله. مستحبه بله. شما وقتی جاتون ضربه میخوره اولین جایی کاری که میکنید با دستتون روش نگه میدارید بله. این خاصیت تسکین دهنده و انرژی که دست خودتون داره نشون میده و غذا وقتی با دست گرفته میشه، جمع آوری میشه، خورده میشه، انرژی خیلی بیشتری میشونه به شما بده. این قاشق و چنگال شاید تو دهن چند هزار نفر رفته باشه ولی این دست ما تو دهن کسی نرفته. بله. در صورتی که نظافت مراعت بشه بله، باید قبلش حتما با مایع خوب شسته بشه. خیلی خوب، شما در خانه دوستان هراتی بودین بله، چند بله. وقتی را در هرات، هرات را چگونه دیدین؟ ما خونه استاد زرمتی یکی از بزرگان هرات بودیم، خدا رو شکر فوق‌العاده عالی بود رفتارشون این روزها، دربست وسایل نقلیه‌شون، اعضای خانواده‌شون لطف داشتن، در خدمت ما بودن، لطف کردن، بزرگی کردن، جاهای مختلف ما رو بردن. این چیزا گفتن نداره، به هزینه خودشون هیچ جا اجازه ندادن ما دست به جیب بشیم. منی که تو شهر خودم همیشه من میزبانم، سعی میکنم من سفره‌دار باشم، خیلی برام یه خود سخت قبول کردنش، نذارن من دست به جیب بشم و این لطف و محبت رو داشتن که این چند روزه مهمانشون اونجا مختلف بودن. در افغانستان آقا علی یک تعداد عزیزانی که بخوان چیزی مصرف بکنن یا از مهمان خود پذیرایی بکنن و یا پول مصارف رو بتن، به اون میگن کاکا. درسته. این یک اصطلاح و یک واژه افغانی است که میگن کاکا است، خرابات است، یعنی پول مصرف میکنه بدون از این که بالاش تاثیر بکنه. در ایران هم این گونه افراد شاید وجود داشته باشه، چه نامی با اونا میتن؟ مثل خود شما که بخواین ما بگیم مادرخرج. مادرخرج مثلا من سعی میکنم تو جمع خودم مادرخرج باشم که همین کسی که جمع میکنه. از بچگی این اخلاقو داشتم، دوست داشتم خودم، ما هم داریم تو ایران بله بله. میگم چون خودم اصولا مادرخرج بودم اینجا اومدم سخت کسی که واسم حساب کنه و شرمنده شدم. بله مادرخرج، شما مادرخرج هستین. خب زمانی که پول داشته باشه آقا علی میتونین مادرخرج بدین بله. بدون پول خونه میشه؟ نمیشه. خیلی خوب ممنون شما، درست است. همکارم اشاره میکنن، وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم، غذا آماده میکنیم با آقا علی عزیز و سری خدمت شما برمیگردیم. ادامه برنامه را با مهمان بسیار عزیزمان همچنان بیننده باشید. تشکر از شما که بیننده هستین و حضور دارین و ممنون از شما و تمنا دارم که همیشه بیننده باشین و حضور داشته باشین. آقا علی عزیز با ما هستن و صحبت‌ها را با اینا بیشتر شریک می‌سازیم. آقا علی یکی از شهروندان کشور دوست و همزبان عزیز ایران هستند و مدت کم میشه که برای بار دوم به افغانستان سفر کردن و از شور و شوق علاقه‌شان مبنی بر این که چرا دوباره به افغانستان آمدن صحبت کردن. حتی در ویدیوشان گفته بودن به کشورهای زیاد سفر کردن اما هیچ جایی را به مثل افغانستان در قسمت مهمان نوازی و عزت و احترام نتونستن بنای پیدا بکنن. بازم خوشحال هستم که ایشان را با خود داریم. همکاران رستوران همکاری کردن و غذای خاص دونر ترکی را آماده کردن که نمیدونم آقا علی دوست دارن دونر ترکی را یا خیر. چرا دونر کباب، حالا ما بهش کباب ترکی میدیم، توی استانبول هم چند باری خوردیم، غذا خوشمزه ایه. بله پس بفرمایید نشان بکنین یه بار بچشین ببینین. من حالا یه تیکهشو میکشم چون رفیقام پشت صحنه غذا نمیخورن، من اصلا میگم روم نیست، فقط اینو بهش مزه شو دونم. ان شاء الله با رفیقا و دوستام غذا آماده میشه. خوشمزه. خال عزیز. خیلی خوشمزه، کیفیتش هم خوبه. حالا ان شاء الله اونو شروع کردن غذا بعد برام میخوان. ممنون شما. با کدام دستور پخت غذا قرار است به ایران برین و به اعضای فامیل بگین که بعد از این ما هم در خانه میخوایم این غذا رو آماده کنیم؟ والا اینجا من دستور غذا رو نپرسیدم، فقط خوردم غذا که میومد انقدر شوق داشتم فقط خوردم. ولی غذاهایی که بخوام بگم خونه برای من بپزن، جنگ، شما گوشت شتر جوان بله 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 این جنگو خیلی خوشم اومد. بعد یه چیزی گوشت خشک شده، ما تو ایران قدیم خودمون تو روستای خودمون داشتیم، ولی خیلی لندی. لندی آره لندی بله لندی حتما باید بگم ایران برام درست بکنم، واقعا خوشمزه است. میخواین ببرین از افغانستان گوشت ایران لندی بکنین یا چون در ایران هم اصلا در ایران هم نه سالهای پیش من خوردم توی دهات خودمون، ولی جدیدن جایی ندیدم، خیلی سال دیگه جایی ندیدم نخورم. ولی خب گوشت از همون ایران تهیه میکنیم و کیفیت گوشتای شما از لحاظ حالا مزه به نظرم منو شما حیوان جوونی سر می‌برید به خاطر تغذیه‌اش چجوری که خیلی خوشت. البته اونجا گوشت خوب پیدا میشه ولی خب اینجا اکثر گوشتا یه طعم خاص خودشه. من فکر می‌کنم یگانه دلیلی که میتونه گوشت در افغانستان طعم خاص خودش را داشته باشه مبنی بر این است آقا علی که حیواناتی که ذبح میشه در افغانستان و یا هستند اینا از گیاهان طبیعی نوش جان میکنن و غذا میخورن تغذیه میشن
در بعضی موارد اگر گوشتی که با پلاستیک گوسفندی که پلاستیک بخوره و کثافات و چیزا را بدون شک شاید بالای مزهش تاثیر داشته باشه. 100% 100% خیلی خوب. ممنون شما آقا علی حسن و صحبت ها رو با اینا ادامه میدیم. آقا علی عزیز پس از این چه تصمیم دارین؟ میخواین چیکار بکنین؟ در کابل هستین و حضور دارین؟ والا دوست دارم شهرهای دیگر هم دور بزنم. جلال آباد برم، پنشیر برم، بدخشان برم، مزار شریف برم. این شهرهایی که واقعا دوست دارم برم. حالا ببینم این تایم و زمان، چون الان فروشگاه جدیدم باز یه فروشگاه دیگه داره تو ایران افتتاح میشه، باید خودم به افتتاحیه اونم برسونم. از خود شما است؟ بله بله. به خاطر همین یه خورده اونجا عجله دارم ببینم این زمانه اگه بهم مهلت بده تایم داشته باشم حتما جای دیگه هم میرم میبینم تا ببینم خدا چی میخواد و چه توفیق میشه. و یک مورد دیگر هم آقا علی در وقتی که پشت صحنه بود وقفه گرفته بودیم صحبت کردن، دوستشون هم گفتن شما قهرمان هم هستین آقا علی. من سالهای سال پاور لیفتینگ کار کردم، یه طلای کشوری لیفت کشوری دارم، مسابقات قوی ترین مردان کشور چندین دور شرکت کردم. الان یه خورده بدنم ریخته به هم، یه سالی از پشتم باد خورده تمرین نکردم، اونم به خاطر اینکه یه ساله هر ماه میشه گفت مسافرت های خارجی بودم، نبودم ایران که بتونم باشم تمرین کنم. قوی ترین مردان ایران؟ قوی ترین مردان ایران. شما مقام اول را گرفتین؟ تو مسابقات کشوریش نه نگرفتم، ولی چندین دوره امتیاز شرکت کردم و مسابقات کشوری رو داشتم و شرکت کردم. برای پخش تلویزیونی هم سهمیه گرفتم، ولی خب متاسفانه مسابقات قوی ترین مردان ایران چند سالی است بهش کم لطفی شده اینجا. مگه میبینن دوستان ایرانی حتما یه کاری بکنن. این مسابقات پر علاقه من، حتی دوستان افغانستانی هم این مسابقات قبلا میدیدن، باهاش آشنا بودن، با قهرمانای ما. این مسابقه دوباره به تلویزیون کشور برگرده. من که یک سال این ورزشو متاسفانه کنار گذاشتم، ولی خیلی از جوانان دارن تمرین میکنن، به عشق دیده شدن. بله، ما شاهد بودیم که از کشور ایران هم ورزشکارا به افغانستان آمدن و مسابقات مختلف داشتن، از افغانستان هم به ایران رفتن و مسابقه داشتن. در قسمت ورزش هم هر دو کشور همکار و رفیق و دوست بودن. میریم باز بالای غذا صحبت میکنیم، چون بس ما غذاست. بله. حالا آمدین به کابل، کچری قروت خوردین؟ کچری برنج خوردم، قروت نخوردم. کچری قروت نخوردین؟ نه، کچری خوردم ولی قروتشو نخوردم. من اون روزی که قروت حاضر بود ما نرسیدیم. سر تایم دیگه قروته به ما نرسید، ما غذای بعدی رو لطف کردن آوردن، غذا قبلو گرم نکردم. ان شاء الله مهمان ما اگر بودن کچری قروت هم بر شما. ان شاء الله. دوستایی که هستن با آقا علی یک بار کچری قروت هم آماده بکنین تا اثراتش به دلشون نمونه. یک بار نوشجان بگم منتو چطور؟ منتو چرا امروز خوردیم؟ امروز خوردیم. امروز منتو کنار خیابون از یک زمین حالت چرخ دستی داشت خوردیم، خیلی هم باحال. من دوست دارم جای سنتی و به این صورت برام لذت بخشتره. تا بخوام یه جای لوکس و لاکچری برم، جای سنتی خیلی بسیار لذت بخشتره. بیشتر با آداب و فرهنگ مردم آشنا میشم. خیلی خوب. چگونه در افغانستان که آمدین دوست پیدا کردین؟ حالا شما تنها بودین، ما ویدیوتون دیدم تنها آمده بودین. بله. این دوست افغانستانی یک بار از کجا شد؟ دفعه اول که اومدم افغانستان، این دوست من یه رفیق تربت جامی همون استان خراسان داشتیم، گفت من یه دوستی دارم افغانستان. 4-5 سال پیش یه بار ملاقاتش کردم چند ساعت توی یه مهمونی، بذار یه زنگی بهش بزنم. اسمش حمید بود. با حمید تماس گرفت این رفیق ما، بگو من یکی از رفیقام داره میاد اونجا، فقط بهش نشون بده کجا بره بخوابه، یه مسافرخونه چیزی براش پیدا کنم. منم در همین حد میخواستم، گفتم یه مسافرخونه پیدا بکنم، خودم گلیمم از آب بیرون میکشم، حالا هرچی که شد. این بنده خدا اومد، دیدیم بنده خدا واسه خودش شخصیت تو این کشور چقدر به ما احترام گذاشت، کنار ما نشست، ما رو رو سر خودش نگه داشت، تک تک جاها ما رو برد تو مسافرت و واقعا شرمنده اخلاق شدیم. این باعث شد که دفعه دوم من با دل قرص این دفعه با آقا مصطفی اومدیم و خونه یکی از دوستان دیگه مونده. تعداد دوستا زیاد شده. بله بله. خیلی خوب. آقا علی بفرمایید غذایتون رو نوشان بکنین. بیاین کمی صحبت میکنیم که بیشتر به چه چیز افغانستان علاقه‌مند شدین؟ آداب و رسوم فرهنگ مردمشون. یه خورده شاید حقوق بازی تو اینجا بافتا که سنتیه کمتره نسبت به کشورهای یعنی؟ دیگه. چگونه یعنی؟ ببینید هرچی کشور به نظرم سنتی تر مردم بیشتر مبادی آدابن، یه خورده اون فرهنگ غنیتر و اصیلتری، انسانیت بیشتره نسبت به کشورهای دیگه، کشورهایی که شاید خیلی رو به پیش رفتن. و اینکه من به عنوان یک ایرانی اومدم توی این کشور، تنها کشوری که به عنوان ای به خاطر ایرانی بودنم به احترام گذاشتن. اینو بارها گفتم تو صحبتام، هر کشوری رفتم بهترین جاها رفتم گشتم به خاطر پولی که خرج کردم. ولی اینجا فقط به خاطر اینکه من ایرانی ام به من احترام گذاشتن. بله، حتی نه به خاطر پولی که خرج کردم. حتی شما گفتم، حتی برای من نمیشناختن آدم معروفی ام تو ایران. دفعه اول اینجا هم چهره معروفی نبودم. بله، بله، بله. این دفعه چرا خب دوستان لطف دارم، دفعه بله، اول بله. یک آدم معمولی، یک ایرانی معمولی. حتی شما گفتین قسم برخورد شما با شما شد در افغانستان فکر میکردن رونالدو اومده. بله بله، دقیقاً دقیقاً. به کدام کشورها سفر کردین بیشتر؟
اکثر کشورهای عربی از عربستان سعودی، امارات متحده، عمان رفتم. کشورهای خب مثل دبی یا کشور دیگه چی ببخشید مثل ترکیه، حالا دبی که زیر مجموعه اماراته، این کشورها رو رفتم گشتم، جایی که برای تهیه سنگ و یا اکتشاف سنگ بشه پا گذاشت. بیشتر سفرهای شما سفرهای کاری بوده؟ بله. یا من حیث یک توریست رفتین؟ من همه سفرام سفر کاری بوده، حالا خب سعودی هم کاری بوده هم زیارتی بوده. خیلی خوب. خانه و زندگی و سرمایه هم در بیرون از ایران دارین؟ نه، ولی این فکر رو دارم که توی افغانستان یک شعبه بزنم. شعبه چی بزنین؟ شعبه جواهر فروشی. خب تصمیم دارین؟ این تصمیم رو دارم، انشالله بتونم جای مناسب و نفرات معتمد پیدا کنم. انشالله تصمیم حتمی است. انشالله میگم نفرات مطمئن و جای مناسب پیدا کنم 100%. خیلی خوب، امید که این کار بشه و شما موفق و پیروز باشین. آقا علی فرصت ما تمام است، اگرچه با شما ساعت ها بشینیم و صحبت بکنیم کم است، اما همکارا اشاره میکنن که باید تمام کنیم. در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشین، پیام داشته باشین به هموطنانتون در ایران و افغان های عزیزی که در ایران هستند. والا پیام به هموطنان خودم بخوام بدم، خب دوستا و رفیقای صمیمی من که منو میشناسن و همشون میدونن، گفتم آقا میخوایم بریم افغانستان با دل قرص بریم. دوستان دیگه هم اگه برای گشت و گذار میخواید یه کشوری انتخاب کنید، جاذبه‌های جدیدی ببینید، جاهای دیدنی، طبیعتش واقعا طبیعت زیبایی، البته با ایران خودمونم طبیعت زیبایی داره، اینجا هم واقعا طبیعت‌های چیزای جدید، جاذبه‌های جدید براتون داره، خیلی هزینه سفرش نسبت به کشورهای دیگه براتون پایین‌تر میفته و کشوری که بسیار مهمان نوازن. شما اگه اینجا ببخشید بدون پول هم بمونید، هیچ موقع به قول یارو گفتنی اسیر نمیشید، خیالتون راحت، کمکتون میکنه حتی اگه نشناسنتون. به هموطنان خودم یه تشکر دیگه میخوام بکنم، واقعا مهمان نواز بودن، لطف خودشون بود، من هر چی که دیدم و گفتم، یعنی اگه بدی دیدم تو اینجا که بدی ندیدم، خوبی گفتم، فقط از اینترنتش ناله داشتم که گفتم بدی و سنه چیزی که آره، چون من معتاد اینترنتم، وگرنه بقیه چیزا همه خوبه، هر چی که بوده خوبیش رو دیدم. آقا علی یک سوال، حالا میبخشین همکارای عزیز که فرصت هم تمام است، اعتداد هموطنان ما ببینن، حالا میگن چون آقا علی در مقابل دوربین است این حرفای مثبت را داره میزنه، شاید حقیقت چیز دیگری در ذهن شما باشه و نخواهید حقیقت را بگین، این گونه یک چیز هم است؟ میخواهید حقیقت را کتمان بکنید؟ یه خورده الان میخوام لاتی صحبت کنم، من بنده هیچ کسی جز خدا نیستم، عذرخواهی میکنم، من زیر پرچم هیچ حکومت یا هیچ فکر یا هیچ هردی نمیرم، من یه انسان آزادم، واسه خودم حرف میزنم، یعنی چاقو هم زیر گردنم بذارم حرفی که باید بذارم و میزنم، واسه هم اصلا مهم نیست کسی بخواد منو تهدید کنه یا بخواد با پول منو بخره که آقا این کارو بکن. دوستان قدیمی پیج و ایرانی منو کامل میشناسن، میدونن که من هیچ موقع همچین رفتاری به خاطر پول خودم نمیکنم. خیلی ممنون، بسیار تشکر، انشالله باز هم شما بین آقا علی عزیز سلامت باشید. ببخشید بلند شد کات رفتم بیرون، خواهش میکنم، بفرمایید سلامت باشین، انشالله بخیر که ما هم آمدیم ایران، روزی بیاییم که ازدواج شما و عروسی شما باشه و در عروسی شما ما دعوت باشه، 100% دعوت بکنین، فراموشتان نشه. سلامت باشین آقا علی، بسیار عزیز و مهمان بسیار خوب ایرانی من را با خود داشتیم، خوشحال شدیم، به امید از اینکه شما عزیزان هم بیننده بوده باشین و حضور داشته باشین. تشکر از همکاران عزیز ما که همراه هستن و همگام هستن، از یک یکشان تشکری میکنم. تا اینکه برمیگردیم در هفته دیگر با مهمان بسیار عزیز و نازنین دیگر خدمت شما برمیگردیم و صحبت‌ها را با اونا می داشته باشیم. شما را به ایزاد منان میسپاریم تا درود دیگر بزنیم.